مهدی هاشمی رفسنجانی رو که الان زندانه و البته کسی کاری به کارش نداشت تا سال 88 و اون شلوغی ها و ماجرای روزنامه جمهوریت و موضع‌گیری این خانواده یه جورای علیه خامنه‌ای به هر حال و به نفع اصلاح طلبا یا به نفع میرحسین موسوی از اون موقع رفتن تو کارش و الان هم زندانه به هر حال گفتن دیگه این مفسد اقتصادی داری میشه و فلان. نمیخوام تو این برنامه به پرونده مهدی هاشمی بپردازم، فقط همین ماجرای راندخاری رو که عرض میکنم ببینین از کجا میاد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشته است مهدی به صنعت علاقه داشت و فهمید که وضع ما در دریا ضعیف است. صنایع دریایی ما خیلی ضعیف بود. او به دنبال سکوسازی و لوله های کف آب و حفاری در دریا رفت که وابسته بودیم. آخرش به پارس جنوبی و اصلویه رسید و الان به CNG یعنی ستاد سوخت رفت که برای صرفه‌جویی و محیط زیست خوب است. مهدی هاشمی وقتی باباش میگه فهمید که وضع ما در دریا ضعیف است، او دنبال سکوسازی و لوله های کف آب و حفاری در دریا رفت که وابسته بودیم، چند سالش بود که نقش دکتر مصدق و باباش میگه بازی کرد؟ سال 72-73 دوره ریاست جمهوری باباش که شد مدیر عامل سازمان تسلط دریایی تا سال 77 مدیر عاملش بود، 23-24 سالش بود، شوخی نمیکنم واقعا 23-24 سالش بود. صنایع دریایی میفهمید یعنی چی؟ متخصص نفت و گاز بود، زیر ساختای دریایی و ساحلی وزارت نفت میفهمید یعنی چی؟ چی کار این مملکت بود؟ آقازاده هاشمی رفسنجانی همین. حضور مهدی هاشمی در این شرکت و طرف قرارداد شدن با شرکت‌های بزرگ چند ملیتی مانند استاد اویل و توتال سبب شد تا نام مهدی هاشمی در اروپا و آمریکا به عنوان یک شریک زرنگ و قابل اعتماد در معاملات و قراردادهای نفتی به ثبت برسد. مهدی هاشمی تا سال 77 به عنوان مدیر عامل در شرکت تسلط دریایی و پس از آن به عنوان رئیس هیئت مدیره بود و پس از آن به بخش دیگری از وزارت نفت یعنی سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت رفت. هاشمی رفسنجانی درباره پسر دیگرش یاسر رفسنجانی نوشته است که در دورانی که حالا اینو ببینید دیگه واقعا از اون کمدی تراژیک این داستانه واقعا میگه در دورانی که ایران نیازمند واردات پنیر بود و کسی به کار کردن در این گونه صنایع علاقه نداشت، عجب هیچ که علاقه نداشت به جز یاسر، یاسر هاشمی برای خودکفایی صنعت پنیر ایران میره با غلامرضا فروزش وزیر جهاد سازندگی باباش در این زمینه همکاری میکنه. یاسر هم با آقای فروزش نوشته رفسنجانی ها، یاسر هم با آقای فروزش وزیر سابق جهاد سازندگی درباره خودکفایی پنیر کار میکرد. آن موقع مشکل ما در کشور این بود که کسی دنبال صنایع تبدیلی نمیرفت، دامداران مشکل داشتند و پنیر هم وارداتی بود. مشاور وزیر بود یاسر، ولی این سمت برای راه اندازی کارش بود. الان هم در دفتر من در مرکز تحقیقات است. غلامرضا فروزش کیه؟ وزیر جهاد سازندگی دولت هاشمی رفسنجانی و یکی از سهامداران شرکت ایرانسل. یادتون باشه ایرانسل از اینجا مربوط شد به پسر محمد رضا عارف و اون شرکت آفریقای جنوبی. فروزش چه سالی وزیر جهاد سازندگی دولت بابا یاسر بود؟ سال 68 تا 76. سال 68 یاسر چند سالش بود؟ 18 سالش بود. متولد 1350. بگیم 20 سالش بود. بگیم 22 سالش بود. آخه چه کاره بود که بره تو واردات انحصاری پنیر یا نمیدونم صنعت تبدیلی پنیر با وزیر دولت مشاور وزیر بشه؟ یاسر هاشمی خیلی مسئولیت‌های مهم دیگه هم داشته و داره. زمان ریاست محمد دادگان بر فدراسیون فوتبال مشاور اقتصادی فدراسیون فوتبال بود. ببینین انگار هیچ کس کویر اصلا آدم متخصص اقتصاددان هیچ کی نداریم اصلا و 18 ساله میشه مشاور وزیر. دادگان از سال 81 تا 85 رئیس فدراسیون فوتبال بود. یاسر هاشمی چند سالش بود؟ 31 سالش بود. سال 81 مشاور اقتصادی فدراسیون عظیم فوتبال، هیچ که دیگه نبود از اون شایسته تر. اصلا شایستگی ایشون چی بود که تو اون سن بدون هیچ تجربه و سابقه به اسم مشاور اقتصادی فدراسیون فوتبال حقوق کلون بگیره و از روابط خانوادگیش اسپانسر واسه تیما جور کنه و اینقدر فساد تو فوتبال که صداش در اومده دیگه. چه پولای اینا به جیب زدن و میزنن؟ اشتهاشون هم تموم بشو نیست.
ببینین مجله فوربس نوشته است یاسر هاشمی یک مزرعه پرورش اسب 30 هکتاری در لواسان در شمال تهران دارد، جایی که هر جریب زمین در آن حدود 4 میلیون دلار قیمت دارد و همچنین یک شرکت بزرگ واردات و صادرات را اداره می‌کند که در زمینه خرید و فروش غذای نوزاد، آب معدنی و ماشین‌آلات صنعتی فعالیت دارد. بله. مسابقات پاییزه اسب دوانی گنبد کاووس برگزار شد. خبر رو براتون می‌خونم، مربوط به یاسر هاشمی. مال 6 دی 94. همین تازگی. یاسر هاشمی رفسنجانی عزیز، قهرمانی با بله آقای دکتر خلی آقا رادان آقا خراسانی پنچین آتقاق رهبر فرزند برومند امیر کبیر انقلاب حاج آقا یاسر هاشمی عزیز دلمان، حامی بزرگ است به این مملکت یاسر جان هاشمی. بله. یه تیکم گوش بدین از عباس پالیزدار دبیر هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه که این حرفا البته باعث شد به 10 سال زندان محکوم بشه. اینو بشنوین تا بگذریم. از پاک جنگلی چیدگر تهران، از یک سوم جزیره کیش، از چه بدونم کجا رو میگم آمد به شما فقط ببینی استرد بازخانون، استرد اصلاح بازخانون فقط روزی 100,000 تومن پول هندونه هاش میشه.